حتما از اول تا آخر این ویدیو رو تماشا کنید تا متوجه قضیه شورته بشید. یکی از سوالات زبان آموزها در برای تماشای فیلم و سریال برای تقویت زبانه. معمولا توصیه میکنم با سریالی مثل Desperate Housewives شروع کنن، چون این سریال پر از کلمات، اصطلاحات، عبارات و ساختار جملات عالی برای تمرین مکالمه است. و توصیه بعدیم اینه که بعد از تموم کردن کل فصلهای این سریال سعی کنن از اول کل قسمتها رو تکراری تماشا کنن و بعد به سراغ یه سریال سیتکام برن. اما بعضی از زبان آموزهای مبتدی دوست دارن با سیتکام ها شروع کنن. سریال های سیتکام مثل Friends و How I Met Your Mother باید جزو دومین سری سریال هایی باشن که به سراغشون میرید. اما چرا؟ همونطور که میدونید یا شاید هم نمیدونید، سیتکام مخفف سیچویشنال کامیدی هست که ترجمه تحت لفظیش میشه طنز موقعیت. یعنی صحنه های خنده داره این سریال ها به موقعیت بستگی داره. بخوام بازترش کنم، یعنی اگه یه صحنه خنده داره این سریال رو برای کسی تعریف کنید شاید اصلا خندش نگیره، اما وقتی خودش اون صحنه ها رو ببینه چون در موقعیت قرار میگیره قشقش میخنده. علت اینکه سریال های سیتکام در فهرست سریال هایی که توصیه میکنم حتما تماشا بشه در صدر جدول نیست اینه که برای فهمیدن این نوع سریال ها علاوه بر اینکه باید در حال یادگیری زبان از روی متد مثل امریکن فایل، هدوی، تاپ ناچ و غیره باشید، باید مهارت شنیداری شما به سطح قابل قبولی رسیده باشه که بتونید یه سریال سیتکام رو درک کنید. و این سطح قابل قبول با تماشای سریالی مثل Desperate Housewives کسب میشه. حالا چرا سطح خاصی از مهارت شنیداری برای سریال های سیتکام لازمه؟ چون توی سریال های سیتکام یه صدای خنده در پشت صحنه وجود داره. صدای خنده باعث میشه شما نتونید مکالمه های بین هنرپیشه ها رو درست تشخیص بدید. و اگه یه سریال سیتکام اولین سریالی باشه که برای تماشا کردن انتخاب میکنید، خیلی زود ناامید میشید. در حالی که اگه قبلش کل فصل های سریالی مثل Desperate Housewives رو که از نظر دانش زبان انگلیسی بسیار غنی هست تماشا کرده باشید، مهارت شنیداریتون تا حد زیادی تقویت میشه. تأکید میکنم که این سریال محتوای خاصی نداره. برای یادگیری زبان روی غنای زبانی توی مکالمه های سریال تأکید میکنم، نه اینکه سریال از نظر اخلاقی یا مفهومی پرمحتوا باشه. نه، مکالمه هاش عالی هستند. پس وقت اول سریالی مثل Desperate Housewives رو خوب تماشا کرده باشید، بعدش وقت سریال سیتکامی مثل How I Met Your Mother رو شروع میکنید، درک مکالمه ها براتون راحت تر میشه. اصولاً سریال های سیتکام خیلی برای تقویت مهارت شنیداری مناسب هستن. چون برای اینکه مکالمه ها رو درست متوجه بشید و بفهمید، ذهنتون باید اون سر و صدای ایجاد شده توسط خنده های پس زمینه رو بلاک کنه. ابتدا که تماشای یه سریال سیتکام رو شروع میکنید این کار خیلی براتون سخته، شاید حتی عصبی کننده باشه، اما به تدریج ذهنتون و البته گوشهاتون صدای خنده رو خود به خود حذف میکنه. شما مکالمه ها رو به طور کاملا واضح میشنوید، انگار اصلا صدای خنده‌ای در کار نیست. و این یه مهارت فوق‌العاده است، چون توانایی شما در تمرکز روی حرفهای انگلیسی زبان در یه محیط شلوغ که پر از سر و صداست میتونه ناشی از عادت کردن به صدای خنده پس زمینه سیتکام ها باشه. اما در تماشای سیتکام ها سطبندی خاصی وجود داره و نمیشه که هر سیتکامی رو که خواستید بعد از Desperate Housewives شروع کنید. اما چرا؟ در سریال های سیتکام که بر اساس طنز موقعیت هستن، خیلی وقتها از مسائل روز دنیا استفاده میشه و گاهی جوک هایی گفته میشه که به فرهنگ خارجی مربوط میشن. به همین دلیل سریالی مثل Friends رو که باز هم سیتکام به حساب میاد، از نظر من باید بعد از اینکه How I Met Your Mother رو تموم کردید تماشا کنید. چون سریال Friends یه سریال قدیمیه و تعداد زیادی از مکالمه های خنده‌دار سریال
با دانش زبانی معمولی و حتی مهارت شنیداری عالی قابل درک نیستن. چون توی سریال های مثل فرندز از جوک های استفاده میشه که لازمه درک کردنشون آشنایی با فرهنگ آمریکایی و مسائل روزه. برای فهمیدن بخش زیادی از مکالمه های سریال فرندز لازم هست که شما با جستجوی اینترنتی آشنا باشید. و مرتب وقتی در حال تماشای این سریال هستید گوگل جلوتون باز باشه. یه مثال میزنم از یه جوک که البته توی سریال فرندز نبوده، اما صرفا برای یه نمونه میارم که متوجه بشید صرفا دانش زبانی برای فهمیدن هر طنزی کافی نیست. این جوک رو بخونید. In 1992, while being interviewed by MTV, Bill Clinton was asked if he wore boxers or briefs. Clinton replied, boxers. In 2008, US Magazine asked Obama, boxers or briefs? Obama declined to answer the question. Last week, AARP asked Joe Biden, boxers or briefs? Biden responded, depend. با یه دانش زبانی عادی، اگه بخواید این جوک رو ترجمه کنید، باید بگید در سال 1992 گزارشگر شبکه MTV در حال مصاحبه با بیل کلینتون ازش پرسید زیر شلواری این که الان پاتونه چیه، باکسرز یا بریفز؟ و کلینتون پاسخ میده باکسرز. در سال 2008 مجله US Magazine همین سوال رو از اوباما میپرسه و ایشون از پاسخ دادن امتناع میکنه. اما هفته پیش AARP همین سوال رو از بایدن میپرسه و ایشون پاسخ میده بستگی داره. البته این ترجمه اشتباهه. به ادامه حرفم گوش بدید. شما با خودتون فکر میکنید این اصلا کجاش خنده‌دار بود؟ دلیلش اینه که کسی که اینو ترجمه کرده نمیدونه AARP چیه و منظور بایدن از دیپن چی هست. MTV همونطور که از اسمش پیداست یه شبکه تلویزیونی کابلی در آمریکاست و US Magazine هم یه مجله است که توی آمریکا به چاپ میرسه. اما AARP مخفف American Association of Retired People هست، میشه انجمن بازنشستگان آمریکا. با خودتون میگید حالا انجمن بازنشستگان از بایدن این سوال رو میپرسه کجاش خنده داره. اونجاش که میگه depend. چون میدونید اگه دانش زبانی کافی داشته باشید میدونید که اگه بایدن در این جوک میخواست مخفف کنه باید میگفت depends نه depend. پس این که اس سوم شخص مفرد رو نمیبینید باید شما رو به فکر واداره. میدونید در محاوره گاهی به جایی که بگن it depends که یعنی بستگی داره به صورت مخفف میگن depends. اما اینجا بایدن گفته depend. حالا depend چیه؟ با جستجوی اینترنتی متوجه میشید که depend یه برند از پوشک بزرگ سالانه. شمایی که در سال 2022 یعنی زمانی که در حال ساخت این ویدیو هستم زندگی میکنید میدونید که سر روی کار اومدن بایدن بحث زیاد بود. مخالفینش میگفتن که اون یه پیرمرد سنش زیاده، باید بازنشسته بشه، دیگه به درد این کار ریاست جمهوری نمیخوره. پس مشخصه که این جوک به این مسئله اشاره داره که بایدن اونقدر پیر و فرتوت و مریضه که اختیار مثانه و روده بزرگش رو نداره، باید پوشک بزرگسال بپوشه. پس به درد ریاست جمهوری نمیخوره. حالا فکرش رو بکنید که مثلا فرضاً 20 سال دیگه بخوان این جوک رو برای کسایی که میخوان زبان یاد بگیرن تعریف کنن. علاوه بر اینکه اون شخص باید بدونه دیپند چی هست، یعنی یه مارک پوشک بزرگسال، باید از مسائل سیاسی این سالها هم با خبر باشه تا بتونه این جوک رو درک کنه. 20 years from now یعنی 20 سال دیگه فرض رو برای میذاریم که یه زبان آموز ایرانی برای اولین بار این جوک رو میشنوه. شاید اول با خودش فکر کنه که پانچلاین این جوک یعنی اون نکته اصلی در تفاوت باکسرز و بریفز هست. پس جستجو میکنه ببینه این دوتا زیر شلواری مردونه چه فرقی با هم دارن. بعد میبینه تفاوتشون خنده‌دار نیست. باکسرز به این شورت های گفته میشه که توی مسابقات بوکس میبینید پای بوکسور هاست. بریفز هم به شورت های پاکوتای مردونه میگن. تازه باید سرچ کنه ببینه شاید تفاوت بین کلینتون و اوباما و بایدن بوده. و شاید با خودش فکر کنه که این ستا با هم نامزد یک دوره ریاست جمهوری آمریکا بودن. ممکنه نتیجه جستجوهای اینترنتی اون زمان
حاوی اطلاعات مربوط به بحث سر پیر بودن بایدن نباشه. بعد ممکنه دیپند رو سرچ کنه و اصلا اون زمان این شرکت تولید کننده پوشک بزرگسال ورشکست شده و دیگه کار نمیکنه و اطلاعاتی ازش تو اینترنت نیست. و در این حال برای اینکه اون زبان آموز متوجه بشه پانچلاین این جوک در چی بوده، باید وارد فورم هایی بشه که این اطلاعات رو دارن و اونجا پرسجو کنه تا پاسخ رو پیدا کنه. این مسئله یک توی سریال های سیتکام زیاد رخ میده. یعنی هر چقدر دانش زبانی و مهارت شنیداریتون قوی باشه، باید مهارت جستجوی اینترنتی رو هم داشته باشید تا بتونید طنز خیلی از اون موقعیت ها رو درک کنید. و این مسئله در مورد سریالی مثل فرندز خیلی صدق میکنه. پس یه جنبندی میکنم. اول اینکه فیلم و سریال تماشا کردن بدون داشتن یه برنامه زبانی که از روی یه متد مثل امریکن فایل یا هر کتاب زبان دیگه باشه بیفایده است، که دلیلش رو توی یه ویدیوی دیگه توضیح دادم. دوم، رعایت ترتیب در تماشای سریاله. این مهمه. مهمه که ابتدا با سریالی مثل Desperate Housewives شروع کنید، بعد به سراغ سیتکام ها برید و با سیتکام مثل How I Met Your Mother شروع کنید، بعد به سراغ سیتکام های قدیمی مثل Friends برید و بدونید که همراه با تماشای سریالی مثل Friends باید مدام در حال جستجوی اینترنتی باشید. من آزاده مبشر هستم، مترجم و مدرس زبان انگلیسی عمومی و آیلتس، و در زمینه تقویت زبان از طریق تماشای فیلم و سریال دو تا ویدیوی دیگه هم دارم به اسمای همه چیز درباره تقویت زبان از طریق تماشای فیلم به زبان اصلی و همچنین ویدیوی یادگیری قدم به قدم مکالمه انگلیسی از طریق تماشای فیلم. هر دوی اینها رو میتونید توی هایلایت حتما تماشا کنید، توی صفحه اینستاگرام هم ببینید، یا از پلیلیست حتما تماشا کنید توی کانال یوتیوب یا آپاراتمون ببینید، یا اینکه توی سایت از منوی حتما تماشا کنید ببینید. متشکرم که این ویدیو رو تماشا کردید. موفق باشید.